همه ما پریشانی، آشفتگی، سردرگمی رو به نوعی تجربه کردیم که علت آن گم کردن راهی و یا پی نیازی در زندگی بوده که یک باره به دام یک سوال گرفتار شد و این بوده که چه کنم. شاعری میگه: دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید، شرح این آتش جانسوز نگفتن تا کی، سوختم سوختم این راز نگفتن تا کی. همه ما به نوعی به این تجربه پریشانی گرفتار شدیم و در این بلا تکلیفی اندیشه ما به تصاویر اشتباه ما رو مشغول کرده، به طوری که با خیالات باطل به دنبال اگرها، شایدها، ای کاشها نیز برخلاف آنچه که حقیقت و میتوانسته حقیقت زندگی و هدف زندگی ما بوده ما رو کشونده و متاسفانه نتیجه اون همانا شکست‌های ما در طول زندگی شده و چه بسا در امور زندگی یه ساده خود با مشکلات بزرگ نیز روبرو شد. در مسیر زندگیمون هدف اصلی، اولویت اصلی رو فراموش کردیم و مشغول موضوعات دیگه زندگی شدیم. انیشتن از اونجا که همیشه تفکر میکرد برای نظریات خودش، حالا مثل نظریات نسبی عام، توی مسیری که داشت میرفت برای سمت خونه اونقدر توی فکر بود که از خونه میگذره و همینطور میره فکر میکنه یک دفعه متوجه میشه خونهشو گم کرده. یه مدت طولانی هم میگرد دنبال خونه، میگه خونه رو پیدا نمیکنه و وای میسه میگه چی کار کنم، خونه من کجاست؟ انیشتن بوده با ذریل استفاده هم مغزش رو میدونیم و یک شخصی رو پیدا میکنه، یکی از آبرین رو، بهش میگه ببینم تو انیشتن رو میشناسی؟ شخص میگه بله میشناسم. میگه میدونی خونش کجاست؟ میگه بله. میگه میشه منم ببری خونش؟ و اون میبرتش به خونه خود انیشتن. اندیشمند اعلام میکنه اصلی ترین مشکل ما انتخاب افکار صحیح و درست هستش. گاهی ما اونقدر مشغول اهداف این دنیا میشیم از هدف حقیقی این که اومدنمون به این دنیا چی بوده متاسفانه دور میشیم. امروز انسان سردرگم و پریشان آدرس اصلی زندگیشو گم کرده و نمیدونه چگونه به اون هدف برسه. هرچند به اختراعات بسیار، اکتشافات فراوان برای کسب آسایش و رفاهیات پیروز بوده، اما پریشان. باز شاعری نیز اعلام میکنه، فروغ فرخزاد اعلام میکنه: میروم اما نمیپرسم زخیش، میروم اما نمیپرسم زخیش، ره کجا، منزل کجا، مقصود چیست، بوسه میبخشم ولی خود غافلم، محبت میکنم، میدونم محبت خوبه، میدونم که اگر هر عمل نیکی رو انجام بدم، امروز حتی علمم ثابت کرده که مواد شیمیایی که مغز در اون زمان تولید میکنه باعث شادابی من میشه، حس قشنگی دارم، بوسه میبخشم ولی خود غافلم که این دل دیوانه را معبود کیست. این کلمه پریشانی برای اولین بار بعد از قتل حابیل به توسط قائن در کتاب مقدس عنوان میشه. در کتاب پیدایش 4:11-14 میخونیم، اعلام میکنه: اکنون تو ملعون هستی. این رو خداوند داره به قائن میگه. از زمینی که دهان خود را باز کرد تا خون برادرت را از دستت فرو برد، هرگاه کار زمینی کنی همانا قوت خود را دیگر به تو ندهد، چرا که قرار نبود خون انسان بر روی این زمین ریخته بشه، قرار بود آبیاری بشه، قرار بود که
خدا به آدم گفت تو مسئول این باغ عدن هستی و مرد رو مسئول کرد. قرار بر جنگ و قتل نبود و پریشان و آواره در جهان خواهی بود. این باز این نیستش که تصور بکنیم، این خداست که دلیل پریشانی ما خواهد بود. خیر، بلکه در از این ما هستیم که از خدا رو بر میگردانیم و به دام پریشانی قرار میگیریم. هرچند میبینیم که چقدر سازمان ها هستن مثل حقوق بشر و همچنین سازمان ملل به این هوشیاری میخوان رسیدن که هوشیار باشن که بازم قائن ها حابیل ها رو نکشن، ولی بازم میکشن. خوش آمد میگم بعد علیرضای عزیز. خوش آمدید علیرضای جان، افتخارش. میگه قائن به خداوند گفت عقوبتم یعنی مجازاتم از تحملم زیاده است، اینک مرا امروز برای روی زمین مطرود ساخته ای، یعنی دور کرده ای مرا، و از روی تو پنهان خواهم بود، که این علت پریشانی ما خواهد بود، و پریشان و آواره در جهان خواهم بود و واقع می شود هر که مرا یابد مرا خواهد کشت. کلام خداوند میگه نکش که کشته خواهی شد. هرچند اینجا خداوند به قائن میگه که اعلام میکنه که کسی نباید اونو بکشه، اما در اصل ناآرامی و پریشانی ما از گناه. اما نه تنها خانواده آدم و حوا، بلکه آدرس و راه حقی زندگی رو نسل بعد از اونم نیز گم کرده. باز نویسنده اعلام میکنه بزرگترین عیب آن است که از عیب خیش آگاه نیستیم و دلیل این رو نمیدونیم که چرا گم شده هستیم و چرا نمیتونیم اون رابطه صمیمی رو با خدا مطابق کلام خدا داشته باشیم که دلیل عدالت خواهد شد وقتی من رابطه خوب رو با خدا دارم. در کتاب پیدایش 6:6 میخونیم که خداوند اعلام میکنه پشیمان شد، خداوند پشیمان شد که انسان بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون شد، چون خداوند به دنبال انسانی بود، در پی انسانی بود که او در پی خدا باشه برای رسیدن به اون هدف مقدس خلقت. اما میبینیم که متاسفانه انسان به شرارت کشیده میشه و میلش بیشتر به گناه بود. باز شاعری اعلام میکنه یک نصیحت میکنم از باب بد، راه خود را کج مکن ای باخرد، زندگی را با هدفها پیشه کن، عشق پاکت را مده حبس ابد. اما در همون باب 6 یک نفر مورد رضایت خدا قرار میگیره و اون نوح هستش که در اون عصر رضایت خدا رو به دست میاره. اما چگونه؟ پیدایش 6:9 اعلام میکنه این از پیدایش نوح. نوح مردی عادل بود، یعنی رابطه با خدا داشت. پس عدالت، عادل بودن نشانه یک رابطه صمیمی با خداست. اعلام میکنه که نوح مردی عادل بود و در عصر خود کامل و نوح با خدا راه میرفت. علتش همین بود. لطفا چراغای کنار رو روشن کنید برای عزیزانی که خیلی تاریک نباشه. کنار رو، سپاسگزار هستم، مرسی. در شناخت و رابطه با خدا که آدمی پرتوی عدالت خدا رو جذب میکنه، از این رو عادل خواهد بود که چون نه تنها رضایت خداست، بلکه در این اقتدار ما اتوریتی و قدرت توان عادل بودن رو نیز خواهیم داشت که بتونیم به عدالت زندگی کنیم در مسیر رسیدن به هدف مقدس خلقت. پاسکال نیز اعلام میکنه عدالت و قدرت باید در کنار هم باشن. چرا؟ من باور و تصور من و خادمینی که در این کلیسا هستن این هست که باید در هر سیستم دولتی مردان خدا و زنان ایمان باشن، چرا که خدا اونها رو مسخ کرده تا بر حسب و حسب عدالت خدا بتوانن قانون
مندان و قانونگذاران خوبی باشن. نمیگیم باید حکومت مسیحی داشته باشیم، هرگز کتاب مقدس همین رو ما نمیگه. اما اینکه ما درباره اتفاقهای روز فکر نکنیم و اندیشه نکنیم و خودمون رو از سیاست دور کنیم، این اتفاقا خواست شیطانه. چرا؟ چون اون موقع هست شیطان بهتر میتونه هر کاری بکنه. از این رو هستش که ما میبینیم در طول تاریخ کتاب مقدس چه مردان و زنان ایمانی بودن که در برابر ظلم و ستم ایستادن. خودتون یکی دوتاشو بگید. بله دیگه، مارتین لوتر کینگ، مارتین لوتر، کسایی هستن که ایستادن و بسیار تو همین سرزمین کشیش‌هایی بودن که در ابتدا در برابر ظلم و ستم ایستادن که از طرف استعمار انگلیس وارد شده بود. بله این گونه نیست، خود کشیش‌ها بودن که ایستادن. مرسی، جلال از آن خداست. دیگه چند روز پیش یه روزی بود، چه روزی بود؟ والنتاین، کشیش هاک. بله والنتاین یه کشیش بود، وقتی که دولت روم اعلام کرده که سربازها و نظامیها نباید ازدواج کنن، اون میدونست که کانون خانواده رو خدا اعلام کرده و ایستادگی کرد تا جایی که کشته شد و خدا بی‌انصاف نیست، خادمش رو فراموش نمی‌کنه تا به امروز نامش هست. آمین. برای مردان خدا و زنان ایمان دست بزن. ادامه میدم، پاسکال اعلام میکنه عدالت و قدرت باید در کنار هم باشند تا هر چیزی که عادلانه هست قدرتمند باشد و هر چیزی که قدرتمند هست عادلانه باشد. پس ما لازم هستش که بتوانیم در جایگاه های درست بیستیم، برای اینکه به حکمت، به صداقت، به راستی، به نظم، به ادب، به عفت، به پاکی، به محبت، به فروتنی و به شجاعت و به فتانت نیز عمل کنیم تا مردم مبادا مثل ملت ایران ما باشه. یکی اونقدر داره نمیدونه چه کار کنه و یکی اونقدر نداره بعد از کلیش که فروخته حالا میخواد یکی از چشماشو بفروشه. در مزمور 112 یک الی هفت اعلام میکنه نویسنده، هاللویا، خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد، یعنی او رو میشناسه. قدم اول برای داشتن عدالت این هستش که من خدا رو بشناسم و در وصایای او بسیار رغبت دارد، یعنی اعتماد داره. ذریتش یعنی نسل او در زمین زورآور خواهند بود، طبقه راستان مبارک خواهد شد، توانگری و دولت در خانه او خواهد بود، کسری نخواهد بود و عدالتش تا به ابد پایدار هست. باز رابطش با خدا همیشه هست، تو بودنها و نبودنها، تو مریضی و تو سلامتی، تو هر شرایطی با خدا رابطه داره. مادرش فوت میکنه، کلیساست، زینای عزیز پاش میبره، دکتر گفته 10 روز نباید بیای کلیسا، دنبال بهانه نیستش که میاد، دنبال بهانه نیستش، میدونه چگونه باید عمل کنه، چون اون رابطه نیز هستش. نور برای راستان در تاریکی طلوع میکند، پس نگران سختی ها و مشکلات و تاریکی زندگی نباش اگر رابطت با خدا خوبه. او کریم و رحیم و عادل است، فرخنده است شخصی که رؤوف و قرض دهنده باشد. او کارهای خود را به انصاف استوار می دارد، زیرا که تا به ابد جنبش نخواهد خورد. مرد عادل تا به ابد مذکور خواهد بود، یعنی نیکو، اینجا عنوان نیکویی رو داره میگه، از خبر بد نخواهد ترسید. دل او پایدار است، یعنی افکار او تصویر اشتباه بهش نمیده، تحت حکمت خدا داره میره جلو و بر خداوند توکل دارد. شاید در مسیر عدالت مردان و زنان ایمان، ما ایمانداران حتی به نوعی تحت پوشش حملات شیطان قرار بگیریم، تحت آزار حتی بیخردان نیز قرار بگیریم، اما عاقبت اون نیکو خواهد بود. ایمان داریم؟ شاعری اعلام میکنه، هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد. پس خداوند ما رو حفظ خواهد کرد. در کتاب اشعیا 3:10 میخونیم، اعلام میکنه عادلان را بگویید که ایشان را سعادتمندی خواهد بود. پس نگران نباش اگر سختی و مشکلی توی زندگیت میاد، کسری اگر هست، آسیبی اگر خوردی، نگران باش اگر رابطت با خدا قطع شده به خاطر مشکلات، نگران اون باش. گاهی عزیزان به من میرسن میگن برادر رسول توی مشکل و سختی ها هستیم، میبینم خیلی پریشونه، میگم دعا میکنی؟ میگه دیگه این مشکلات اجازه نمیده من دعا کنم. کلام میخونی؟ نه این مشکل کنم. همین کلام و دعا هست که تو رو از پریشانی رهایی خواهد داد که بتونی در اون عدالت خدا بمونی. عادلان را بگویید که ایشان را سعادتمندی خواهد بود، زیرا از ثمره اعمال خیش خواهند خورد. کدوم اعمال؟ که در حضور خدا بوده، به خدا اعتماد کرده، رابطهشو با خداوند حفظ کرده. پس ناعادلان چی میشن؟ آیه بعدیش 3:11 میگه وای بر شریران که ایشان را بدی خواهد بود، چون که مکافات دست ایشان به ایشان کرده خواهد شد. از من است که به خودم میرسه. خدا دلیل نمیشه. وقتی من در حضور خدا نیستم، به اندازه که این رابطه عاشقانه رو مانند نوح که خداوند رو عادل میخونه، مانند ابراهیم، وقتی اون رابطه رو ندارم، مسلم بدونم روی تصمیمات و روی تصاویر اشتباه برای تصمیم گرفتن توی زندگیم من به دامها گرفتار میشم. و یکی از معناهای و ویژگیهای عدالت خدا این هست که چشم خدا به دنبال ماست. خدا عادله، چشم خدا به دنبال ماست. منم عادلم، من ادعا میکنم من عادلم، منم باید چشمم به خدا باشه. یعنی من باید خدا رو نیز توی زندگیم ببینم، برای تصمیماتی که میگیرم، برای موقعیت‌هایی که توی زندگی ایجاد میشه. یک بار تصمیم نگیرم دست به یه عملی بزنم، آیا اراده خدا هست مطابق کلام خدا؟ آیا برای من نبوتی میشه؟ توی اون نتیجه نبوت میتوانم پیام خدا رو بگیرم؟ مزمور 25:8 اعلام میکنه خداوند نیکو، خداوند نیکو و عادل است، پس به گناهکاران طریق را خواهد آموخت. حتی اگر منحرف بشیم، حتی اگر آسیب بخوریم، تصاویر اشتباه ما را اذیت کنه، خدا ما را رها نمی‌کنه. چرا که ویژگی عدالت خدا این هست که خدا داره منو نگاه میکنه. فقط باید هوشیار باشم وقتی میبینم اشتباه کردم، گناهی کردم، با فروتنی بپذیرم و توبه کنم. باز سعدی اینجا اعلام میکنه خداوندی چنین بخشنده داریم که با چندین گناه و گناه امیدواریم. خدایا گر بخوانی ور برانی، جز انعامت در دیگر نداریم، غیر از برکتی که میتونیم از دستان تو بگیریم. ما اگر ادعای خدا دوستی و یا خدا شناسی داریم، مطابق کلامش میباید با خدا هم فکر و هم راه باشی. اونجا هستش که ثابت میشه که ما در عدالت خدا نیز قرار گرفتیم و میتونیم در این مسیر اون برکت رو بگیریم. اگر عدالت رابطهش رابطه من با خدا هست، پس میباید نوع زندگی من نشون بده. بریم با هم دیگه نامه کلوسیان 3:1-2 رو بشنویم. آیا همه بروشور دارن؟ عزیزانی که بروشور ندارن دستا بره بالا. همه بروشور دارید؟ یه بروشور برادر رضا. علی رضا جان خیلی خوش اومدی، بذار من یه هاکت کنم. آخ میدونم کمرت هم درد میکنه. آی لوف می. بعد از اجزام که اینجا اومدن البته یه کسالتی داشتن، بهشون گفتم من خودم خدمتتون میرسم، هرچند دو روز هستش هنوز نرسیدم خدمتشون برم، ولی انقدر مشتاق خانه خدا و کلیسا و شما عزیزان هستن که با این کمردردشون اگر دیدید اذیت میشید توی اتاق میتونید دراز بکشید. حالا در انتها حتما دعا هم خواهیم کرد برای شما برادر عزیزم که لطف میکنم. برادر ما هر بار از اوکراین تشریف میارن ما رو هم سرفراز میکنم. نامه کلوسیان 3:1-2 پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالاست بطلبید. آنچه را که در بالاست یعنی نگاهت به عنوان یک ایماندار،
میدونیم که مسیح عدالت ما شد. پس زندگی ما در مسیر عدل و عدالت هست. اون داره به ما نگاه میکنه، ما هم باید به اون نگاه کنیم. هوشیار باشیم. بله، در آنجایی که مسیح هست به دست راست خدا نشسته. آمین. در آنچه بالاست تفکر کنید، نه در آنچه بر زمین است. آمین. پس این هوشیاری رو نیز میباید داشته باشیم. بله، میتونید در این قسمت کلام خدا دست بزنید. تا میتونید در کلام خدا دست بزنید. برای انسان تشویق نمی کنم، اشکال نداره، ولی برای کلام خدا دست بزنید. افلاطون اعلام میکنه آنان که میخواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک بشن. اگر میخوایم این عدالت و این رابطه باشه باید به خدا نزدیکتر بشیم. و اندیشمند اعلام میکنه آن که پیرو خرد هست دل به هوس نمی سپارد. مواظب زندگی خودش خواهد بود که کجا ایستاده. اگر تدبیر و شناخت نسبت به عدالت را نداریم، با توجیهات و به رأی باز میگم تصویر اشتباه مبادا خودفریبی کنیم، مبادا دیگر فریبی کنیم، توجیه نکنیم. امروز ما آزاد شدیم از مذهب، همون گونه که همه میدونیم دروغ گناهه. دروغ مصلحتی هم گناهه، ریام گناهه. گناه یعنی چی؟ نزدن به هدف. هدف چی بود؟ شکل خدا شدن. پس هوشیار باش. شاید حتی دنیا به من و شما فرصت یک نوع گناهایی رو بده که به نفع ما باشه. ظاهرم داریم، میدونید از این چیزا هست، این کارو کنید این کارو بکنید شما استفاده خواهید کرد، اما این فرصت رو ندید عزیزان، بازم گناهه. هوشیار باشیم، ما فرزندان نور هستیم، لکه تاریکی در ما معنا نخواهد داشت. این رو من نمیگم، کلام خداوند داره میگه. شخصی که چراغ قرمز رو رد میکنه، پلیس اونجا بوده و متوجه میشه، بلافاصله به دنبالش میاد، هر چی سعی میکنه اختیار بهش میده این وای نمیسته، بالاخره یه جا گیرش میاره و ماشین نگه میداره. ببینه میگه من نمیدونم تو چرا قرمز رو رد کردی، نمیدونم چرا دست من فرار کردی و به اختیارهای منم توجه نکردی، اما یه چیز میخوام بگم، امروز تولد من. اگر دلیل درستی داشته باشی من تو رو جریمه نمیکنم، در غیر این صورت باید جریمت کنم. حالا به من بگو چرا فرار میکنی؟ میگه جناب سروان، راستش 3 سال پیش من با زنم داشتم میرفتم مسافرت، افسر جلوی منو گرفت یه پلیس و به من گفتش که به خاطر سرعت زیاد میخوام جریمه کنم. من داشتم توضیح میدادم، خانمم شروع کرد با این صحبت کردن، این افسرم نمیدونم چی شد از خانمم خوشش اومد، یه جوری شماره تلفن رو داد و بعد از یه مدت کمی هم همسرم من طلاق گرفت و با اون ازدواج کرد. از اون زمان به بعد هر موقع که پلیس به دنبال من میاد من فکر میکنم این همون پلیس است و داره میاد زن من رو به من پس بده، به خاطر همین منم فرار میکنم میرم. دنبال بهانه های این دنیا نباشیم، دنیا به من و تو بهانه زیاد میده عزیزم. هوشیار باشیم. بریم با هم دیگه انجیل متی 10:32-42 رو بشنویم که تعلیم مسیح هست. لطفاً توجه کنید به این آیاتی که خونده میشه. شاید خیلی موقع ما این آیات رو خوندیم واقعاً درک آنچنان نداشتیم نسبت به این آیات، چرا مسیح اینگونه صحبت میکنه، اما سپاسگزار میشم که توجه کنید. بفهم. پس هر که مرا پیش مردم اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم کرد. مرسی. تعلیم مسیح در یک رابطه عادلانه است بین دو نفر که اینک بین انسان و خداست. آیا هدف مسیح لجبازیه؟ یعنی مسیح هم داره عمل متقابل به مثل انجام میده، داره لجبازی میکنه، میگه ای تو منو منکر شدی منم تو رو منکر میشم، خب این که شد دوباره قصاص و دوباره شریعت. آیا فکر میکنیم مسیح داره با انسانها لجبازی میکنه؟ خیر، اتفاقا برعکس. نشانه احترام به نوع زندگی انسان هست که او آزاد آفریده شده. مسیح هیچ جبری رو برای انسانها قرار نداده
و تحمیل نمی کنه، بلکه داره میگه تو منو منکر میشی، تو منو منکر میشی. این نیست که عزیزان شما اینجا رفتید بیرون یک دفعه یکی بهتون میرسه غافلگیر میشی، میگه تو مسیحی شدی رفتی تو کلیسا، بعد یه لحظه نمیدونی چی بگی، نمیخوام تایید کنم، بعد میگه نه حالا دارم برای تحقیق میرم، بعد فکر کنی منکر. نه این نیست. منکر یعنی این که من مطابق کلام خداوند زندگی نمیکنم، من مطابق آنچه که مسیح میخواد زندگی نمیکنم. الان به من بفرمایید، الان که من دارم راه میرم کسی با من راه میره؟ آمین. خیلی ممنون زینا جان، همیشه نظر لطف. نه حالا یک من منظورم یک انسان هست، آیا کسی کنار من داره راه میره؟ من علکی اینجوری بگم آقا پرویز چطوری خوب هستی؟ شما چی داره میگه؟ نیست پرویز، کسی اینجا نیست. پس بی خودی من وانمود خواهم کرد که من با پرویز دارم راه میرم. همینطور اعمال و رفتار من اگر احیانا مثل مسیح نباشه، خب مسلما نیست. بعد به روزه یه دقیقه ببینید تلویزیون، تلویزیون کم ازیش میده افتخار برادر بهروز عزیز. من الان دارم با برادر بهروز راه میرم. اگر شما بخواید یه تصویری داشته باشید از این موضوع برای یکی تعریف کنید، میگید بله برادر رسول و برادر بهروز با هم راه میرفتن. خب این مشخصه، یعنی مشخص میکنه. سپاسگزارم، مرسی. به همین راحتی اگر من با مسیح دارم راه میرم، آرامش من، صبر من، محبت من، خوشی من، نوع سخن من، رفتار من، خب مشخصه که من با مسیح دارم راه میرم. باید همه این رو ببینن. از این رو هستش که کلام خداوند ما رو نور و نمک میخونه. پس چیزی غیر از این، مثلا وقتی مسیح داره این رو میگه، هرگز لجبازی نیست، این نیست، تهدید نمیکنه ما رو، تو مرا منکر شدی منم تو رو منکر میشم. خیر، میگه وقتی که تو با من نیستی اصلا تو توی جایگاهی نیستی که مردم تو رو کنار من ببینن، تو anyway منکر شده هستی چون خودت از من دور شدی. بله بفرمایید. اما هر که مرا پیش مردم انکار نماید، من هم در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم نمود. پس باز زبانی نیست، باز قلبیه، چرا که کلام خداوند از ما میخواد که ما با تمام فکرمون به مسیح ایمان بیاریم. درسته اشاره به قلب میکنه که احساس ما هستش، اما میگه با تمام فکرت، چرا که مسیح به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد. و هر اشتباه من عمدی، هر گناه عمدی من، هر آنچه روح القدس منو ملزم میکنه و من توبه نمیکنم و هنوز ایستادم به جایگاه گناه خودم، این نیز داله بر این هست که من با مسیح راه نمیرم و من درک درستی از زندگی با مسیح ندارم. در نامه رومیان 10:9-10 اعلام میکنه، زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند اعتراف کنی، به زبانت مانند اون دوز با روی صلیب گفت عیسی مسیح مرا با خودت ببر، اونم اعتراف بود، اعتراف کرد که اون زنده میشه. زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانیده نجات خواهی یافت، چون که به دل ایمان آورده می شود برای عدالت، به زبان اعتراف می شود به جهت نجات، و کتاب می گوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد. پس عیسی مسیح نمیاد آنچه که در کلام خداست باطلش کنه. عیسی مسیح میگه با من راه بیا، با من زندگی کن. اگر به مسیح ایمان آوردی، فقط دعای توبه تو اینجا نیست، فقط تعمید تو اینجا نیست، حتی آمدن به کلیسات که بسیار نیکوست بیا، حتی دادن 10-1 بسیار نیکوست انجام بده، حتی خدمت تو بسیار نیکوست، اما هوشیار باش اعمال و رفتارت چیو داره میگه، نوع زندگیت چیو داره میگه. آیا با مسیح همراه و هم فکر هستیم یا نیستیم؟ بله. گمان مبرید که آمدم تا سلامتی بر زمین بگذارم، نیامدم تا سلامتی بگذارم بلکه شمشیر را، زیرا که آمدم تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خیش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم. اجازه بدید، همه ما به خوبی میدونیم عیسی مسیح مخالف جنگ ها و بحث ها. پس اینجا چی داره میگه عیسی مسیح؟
آیا مسیح منظورش اینه که ما با خانواده های خودمون در جنگ باشیم؟ خیر، عیسی مسیح داره میگه جنگ ما بر روی زمین جنگ روحانیه. ادراک این موضوع نجات بسیار ادراک سختی هست، فقط به توسط روح القدس امکان پذیره. از این رو من و شما که به مسیح ایمان آوردیم تحت پوشش فیض خداست. اعضای خانوادت رو اذیت نکن، محبتشون کن، بحث نکن، محبتشون کن، درکشون کن تا اونها نجات پیدا کنن. طبیعت این زمین اینه که کسی که به مسیح ایمان میاره این فیض روح القدس هست، ولی کسی که نمیتونه اینو درک کنه باید درش دعا کنی تا اون دیواره هایی که مانع شده شکسته بشه. و در طول این 2000 سال ما چنین تجربیاتی داشتیم که چه مردان و چه زنانی که مسیح ایمان آوردن و تحت جفا قرار گرفتن و مسیح داره برای اونا کاملا باز میکنه. تو که مسیح ایمان میآوری فکر نکن که شرایط اینقدر خوب خواهد بود. محل کارت همه میگن به مسیح ایمان آورد، توی خونه میگن به مسیح ایمان آورد، اتفاقا مواظب تو هستن. ذره‌بین نه، میکروسکوپ هم نه، تلسکوپ میذارن نگات میکنن ببینن این کشیش رسول راست میگه، اینجوریه، واقعا مثل مسیحه، واقعا زندگیش مطابق کلام خدا داره زندگی میکنه یا نه. و این گونه هستش، از این رو هستش که مسیح داره میگه اگر میخواید کنار من بیاید این سختی ها با شما هستش، پس باید مواظب باشیم. از این رو هستش که ما در رومیان 12:2 میخونیم که میگه همشکل این جهان نشوید، نه اینکه لذت تو این جهان نبرید، مثل خود شما عزیزان که یک شنبه وقت گذاشتید برای خانه خداوند که بیایی، روز استراحتتو گذاشتی، و این عدالته و مسلم بدونید که خدا شما رو برکت میده. با سعدی اعلام میکنه گر به صحرا دیگران از بحر عشرت میروند، ما به خلوت با تو ای آرام جان آسوده ایم. چون عدالت خدا ایجاد میشه، رابطه من با خدا هست که من میتونم اون آرامش رو نیز داشته باشم. بله بفرمایید. و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود، و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد، و هر که پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد. اجازه بفرمایید. واقعا چی شد اینجا؟ این محبته چی شد؟ تموم شد؟ یعنی من مادر و پدرم رو نباید اینقدر دوست داشت باشم به عزیز مسیح؟ باز مسیح داره یک عدالت رو اینجا تعریف میکنه. رسول گناهکار مانند یک ظرفیه که این ظرف آلوده به زهر بوده. هر چقدرم کلاس‌های گفتار درمانی بره، سمینارهای روانشناسی بره، سمینارهایی بره که روش کار کنن، تراپی بکنن، عزیزان این ظرف کاملا پاک نخواهد شد. و تا زمانی که این ظرف آلوده است هیچ فرقی نمیکنه. رسول خودشو اذیت میکنه با خشم و کینه، با آسیب‌های روانی که از گذشته خورده. رسول همسرشو اذیت خواهد کرد، رسول فرزندانشو اذیت میکنه، رسول رئیس جمهوری یه کشوری هم اذیت میکنه، یه فقیرم میتونه اذیت کنه، چون وجودش زهره. اگر شما یه ظرفی رو در نظر بگیرید که آلوده به زهر باشه، می توانید بگید توی اون اگر یک شاه نوشیدنی بخوره نمیمیره، ولی یه فقیر بخوره میمیره، هر کی بخوره میمیره. من برای این که بتونم با خودم صلح کنم، با همسرم، با خانوادم، با خلق خدا در صلح باشم، در ابتدا باید با خدا صلح کنم، با خدا باید آشتی کنم. و چون با خدا صلح میکنم و آشتی میکنم، صلح خدا در من همون ظرف آلوده ای هست که پاک میشه، پس من میتونم رابطه خوبی با خودم، با خانواده و خلق خدا داشته باشم. مسیح اشاره به این داره میکنه، میگه تو بیا با من صلح کن، تو با خدا صلح کن، بعد صلحت با خانوادت نیز ایجاد خواهد شد. بله. هر که صلیب خود را بر نداشته از عقب من نیاید لایق من نباشد. هر که جان خود را دریابد آن را هلاک سازد، و هر که جان خود را به خاطر من هلاک کرده آن را خواهد دریابد. که هم بتونه برای ایمانش بیسته، هم بتونه
برای اون وسوسه ها، به اون وسوسه ها بگه نه. در مسیح خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت. نگو نمیتونم. ضعیف میگه قوی باش، ضعیف بگه قوی هستم، قدرت دارم. نه هر کسی، من و شما که روح القدس رو داریم میتونیم بگیم که در ضعف من خدا قوتش رو نمایان خواهد کرد، روح القدس قوتش رو نمایان خواهد کرد و باعث برکت خواهد شد و مسلماً تحت جفا هم قرار خواهیم گرفت. همین هفته گذشته جمعه با سمی جان وقتی که در برنامه تلویزیونی شبکه محبت بودیم، یکی از هموطنان ما زنگ زد، یه آقایی بود، گفت از زمانی که مسیح ایمان آوردم خانواده‌ام منو رها کردن، از خونه منو انداختن بیرون، الانم من تو خیابونا هستم. برای من دعا کن و ما برای این شخص هم دعا کرد. بسیار هستن از این افراد که وقتی مسیح ایمان میآورن خانواده‌شون ترکشون میکنن، بیکارشون میکنن، به طور خاص کشورهایی همچون نظام اسلامی و کشورهای کمونیستی مسیحیان رو تحت جفا قرار میدن. مسیح داره این رو برای ما نمایان میکنه که بدونیم جایگاه ما کجا هستش و در اون عدالت بازم بمونیم. اما این رو بدونیم دو تا جنگ داریم، یک جنگ بیرونه، یک جنگ درونه، که با در برابر نفس خودمون نیز بایستیم. اگر بخواهی خواهی توانست، چون روح القدس رو داریم. باز نویسنده اعلام میکنه فقط دو گروه نمیتوانن اندیشه های خود را عوض کنن: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان. ولی ما میتونیم، چون ما بیدار شدیم، چون مسیح ما را زنده کرد. بله، هر که شما را قبول کند مرا قبول کرده. آمین. و کسی که مرا قبول کرده فرستنده مرا قبول کرده. یعنی ما میتونیم از طرف خدا برکت برای دیگران باشیم. مبادا کسی اذیتت کرده نفرینش کنی که نمیتونی، مبادا دستش ناراحت بشی، فقط دعای برکت کن براش. ببین نه تنها اون برکت میگیره، تو هم برکت و شفا میگیری، تو شفا میگیری، تو آروم میشی، تو زندگی تو مسیر درست قرار میگیره، اون عدالت قرار میگیره، تو از پریشانی در میایی. ثروتمندان پریشان هستن، بی پولان پریشان هستن، مدعیان به علم پریشان هستن، اونهایی هم که در علم خودشون رو فقیر میدونن پریشان هستن. فقط کسی میتونه پریشان نباشه که بتونه در حضور خدا باشه، اون عدالت ایجاد شده رو نیز لمس کنه. بله. و آن که نبی را به اسم نبی پذیرد اجرت نبی یابد، و هر که عادلی را به اسم عادلی پذیرفت مزد عادل را خواهد یافت، و هر که یکی از این سقار را کاسه آب سرد محض نام شاگرد نوشاند، هر آینه به شما میگویم اجر خود را ضایع نخواهد ساخت. آمین، آمین، آمین. در طول تاریخ انسان هایی بودن که سعی کردن با اشعارشون، با داستانهاشون، با پندهاشون، حتی با قوانینی که نوشتن، قوانین بسیار خوبی هم هست توی جوامع، بتوانن اون احساس امنیت و آرامش رو به مردم بدن. اما ما داریم میبینیم با این همه موقعیت‌های خوبی که انسان‌ها سعی کردن انجام بدن، ما در دنیا طلاق‌ها داریم، بگید خودتون، دعواها داریم دیگه، بله، جدایی، جنگ‌ها، قتل‌ها، زندان‌ها، اعدام‌ها و بحث‌ها داریم و تلخی‌ها بین انسان‌ها ما متأسفانه داریم. افلاطون اعلام می‌کنه کامل‌ترین نوع بی‌عدالتی این است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم. متوجه چی شد؟ من و شما رو مسیح اعلام کرده که جزء عادلان هستیم. مبادا اون که نام ما رو در مسیر عدالت خودش ثبت کرده، ما در بی‌عدالتی باشیم. چرا که مسلم بدونیم آسیب خواهیم برد و آسیب خواهیم زد و رها نخواهیم شد. در نامه رومیان 13:21-24 اعلام میکنه، میخوام بگم حتی شریعت هم نمیتوانه، هیچ انسانی با شریعت هم نتوانسته به خدا نزدیک بشه، شریعت رو خدا داده. اعلام میکنه لیکن الان بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده، بدون شریعت ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت میدهند. کجا؟ حزقیال 11:19
کلام خدا میگه خداوند در روزهای آخر 2000 سال پیش روح خود رو خواهم ریخت تا اون شریعتی که بر سنگ بود حالا بر دل ما، افکار ما باشه. یعنی عدالت خدا به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان آوردند، زیرا هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجانن عادل شمرده می شوند و به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح هستش و اون می تونه ما را آزاد کنه، اون می تونه باعث قوت و برکت ما توی زندگی باشه. باز شاعر میگه گفت عیسی خود پدر را من درم، هر کسی را تا پدر من میبرم. ای حواری بر در دیگر مرا، ای که هستی تو مرا همسنگرم. گر گذاری بر زمین بار گناه، می نشانم من تو را اندر برم. گر تو میخواهی بدانی عشق را، عشق را من اول و من آخرم، الف و یا هستم. و اون دلیل عدالت ما خواهد بود و اون از این قوت و برکت رو به ما خواهد داد تا در عدالت اونیز زندگی کنیم. بریم با هم یه نکته دوم داشته باشیم. لطفاً چراغای وسط رو روشن کنین. سپاسگزارم. نذاریم کسی بخوابه. مرسی. خب همه بوشور داریم. دو تا نکته رو میتونیم داشته باشیم. فائزه جان. بله. کسی اگر بروشور نداره دستا رو بگیره بالا. حسن عزیزانی که بروشور ندارن لطفاً. داریم نکته رو؟ نکته رو نداریم نه؟ بله. خب من خودم براتون میخونم، لطفاً جای نکات رو پر کنید. چگونه میتوان از اندیشه اشتباه رهایی یافت؟ نکته دوم، خدا توی نقطه چین بذارید عادل است. من بدونم که حقیقتا خدا عادل است و آدمی را به شباهت خدا آفریده و هر اندیشه ناعادلانه که در کلام خداوند صحبت از شرارت میکنه در انسان تصویری اشتباه است. پس آنچه را که ما رو به بی‌عدالتی تشویق میکنه به بی‌نظمی، حتی عذر میخوام به بی‌احترامی، بی‌ادبی، هر چیزی که بده ما رو تشویق میکنه، این یک تصویر اشتباه است. عزیزان میگه در انسان تصویری اشتباه است، اون ناعدالت که دلیل دوباره توی نقطه چین پریشانی او در زندگی میباشد و شناخت خدا قلمرو و نجات او خواهد شد. وقتی ما خدا رو میشناسیم، وقتی با اون رابطه درستی داریم، تصمیماتمونم توی زندگی درست خواهد بود، توی تصویر اشتباه قرار نمیگیریم. تصور نمیکنیم اون چیزی که ذهن من الان میگه میتونه درست باشه حقیقتا درست باشه. اون رو میبرم در عدالت خدا، از فیلتر خدا میگذرونم و بعد اثبات میشه به من، چون قوت خدا با من خواهد بود در اون مسیر. بازرسی برای دیدن یک تیمارستان میره تو مجموعه و همینطور که داشته نگاه میکرده و دکترها هم اطرافش بودن، یک بار نگاه میکنه میبینه یه آقایی نشسته اون گوشه اتاق و همینطور با خودش داره زمزمه میکنه لیلا لیلا لیلا. صدا میکنه دکتر اونجا، میگه این چی شده؟ میگه این دیپرشن شدید گرفته و آسیب زده به سیستم مغزیش، برای همین دیگه دست خودش نه همینطوره لیلا لیلا میکنه. اینا دو سه تا مریض رو دوباره میبینه، میره دوباره یکی به زنجیر بستن و میله‌هایی رو گرفته داد میزنه لیلا لیلا لیلا. میگه ببینم این دیگه چرا میگه لیلا؟ میگه اون لیلایی که اون میخواست باشه ازدواج کنه این باشه ازدواج کرد. ما یه موقع با خیالات باطلمون که فکر میکنیم فکر من بهتر از کلام خداست، با تصویرهای انسانی میریم برای پیروزی هامون، اما غافل از این که عزیزان هیچ کس مثل خدا نیست که میتونه ما رو برکت بده. در مزمور 36 الی 7 از شریف میخونم،
که اعلام میکنه. وقتی از امنیت برخوردار بودم به خود گفتم من هرگز شکست نمیخورم. این گونه شده یا نه؟ تو یه جایگاهی قرار گرفتی، دیدی همه چیزو داری کنترل میکنی، واو درس خوندم، پیشرفت کردم، زبان انگلیسیم خوب شده، چه بیزینس موفقی دارم، همه چیز خوبه. به خودت گفتی احسن، واقعا من چه کارهای خوبی انجام دادم. میگه وقتی از امنیت برخوردار بودم به خود گفتم من هرگز شکست نمیخورم. خداوندا تو بر من لطف داشتی و از من مانند کوهی استوار پشتیبانی نمودی. اون خدا بوده که من و شما رو پیروز کرده. خیلی هوشیار باشیم. برای همین کلام خدا میگه همیشه بگیم شکرگزاری کنیم. اما وقتی رویت را از من پنهان کردی پریشان گشتم. وقتی از عدالت خدا میایم بیرون پریشان میشم. دوست پزشکی دارم، ایشون سالها پیش وقتی داشتیم با هم صحبت میکردیم به من گفتش که یه روز وقتی که از مطب اومدم بیرون تو همین آمریکا، گفت داشتم به سمت خونه میرفتم، دخترم به من زنگ زد و گفت بابا داری میای اینو بگی اینو بگی اینو بگی. گفتم عزیزم گرفتم، میدونم آخه من همه رو گرفتم، نگران نباش. گفت چند دقیقه بعد خانومم زنگ زد، گفت داری میای خونه اینا رو انجام بده، اونو گرفتی اونو رفتی اونجا اون. گفت همه رو انجام دادم، گفت تلفن گذاشتم. بعد گفت یه لحظه گفتم واقعا من همه چیز الان دارم کنترل میکنم. میگه فقط یه صدا شنیدم و میگه بعد از اون صدا چشامو که باز کردم تو بیمارستان بودم. این عین حقیقت عزیزم، عین حقیقت. یه شاهدم تو این کلیسا دارم بعد از یوسف. عین حقیقت. میگه وقتی چشمام باز کردم دکتری که اومد بالا سرم گفت نگران نباش هیچی نشده، فقط خدا تو رو خیلی دوست داره. میگه مگه چی شده؟ میگه یه ماشین از محکم میزنه به تو و تو رو میندازه وسط چهارراهی که یه تریلی هم داشته رد میشده. ولی عجیبه، به من گزارش دادن ماشین تو یه جایی قرار گرفته مو به موی این تریلی رد شده، اما تریلی اگر به تو میزد ما فکر نمی‌کنیم. همون موقع گفتم خدایا زندگی منو تو داری کنترل میکنی، این من نیستم که زندگی خودم رو کنترل میکنم. مولوی میگه دلتنگم و دیدار تو درمان من است. هوشیار باشیم، اجازه ندیم عزیزان از دیدارهایی که خداوند برای ما مهیا میکنه دور بشیم و مجال این رو نده. از عدالت خدا که رابطه درست تو با خداست نیز بیفتیم. هر شب در حضور خداوند فکر و ذهن و اعمالت رو تقدیس کن و هر روز صبح از خدا این قوت و این تقویت رو بگیم تا بتونیم مثل خود مسیح نیز عمل کنیم. فقط مسیح توی زندگی ما در این عدالت. حتما رابطه های ما با همدیگه باید خوب باشه، حتما، اما اول رابطه من و خدا باید خوب باشه تا رابطه های دیگر خوب. هیچ کس توی زندگی ما نمیتونه جای مسیح رو بگیره. خواهش میکنم به این مسئله توجه کنید. خواهش میکنم اون جایی که داری میبینی خیلی مشغولی، اون جای مسیح رو تو زندگی گرفته. هر کجاست، کارت، خانوادت، تفریحاتت هست، هر کجا که هست، حتی خدمت، حتی اگر برای من خدمت اینقدر زیاد بشه که من در حضور خدا نرم و آرامش رو نگیرم، این رو بدونیم من برای خودم یه خدای دیگه درست کردم. همین چند روز پیش توی والنتاین توی ایران یه جوونی میره توی لوازم تحریری برای گرفتن یک کارت پستال. میگه ببخشید شما از این کارت پستالا دارید که روش نوشته تو تنها عشق من هستی؟ میگه بله. میگه 10 تا بده. ما با مسیح این کار رو نمیتونیم بکنیم. خیلی باید هوشیار باشیم. بریم با هم دیگه آخرین آیه رو بشنویم. نامه فیلیپیان 4:8. دو تا سوالم لطفاً بخونید. خلاصه ای برادران، هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیک نام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. آمین. سوال این هفته، پس اینها منظرت ما تمام آنچه که گفته ثمره عدالت زندگی من و شما خواهد بود روی زمین.
که ما داریم با مسیح همفکر و همراه هستیم. بله بفهمید. عدالت چیست و چگونه میتوان عادل بود؟ بله اینو لطفاً جواب بدید برای خودتون. مایل بودید پنجشنبه با ما باشید؟ پنجشنبه بعد از ظهر در این رابطه صحبت خواهیم کرد که اگر سوالی هست بازم بتونیم از همدیگه بیاموزیم. پنجشنبه ها بیشتر از هم میخواهیم آموخت، پس بنابراین تشویقتون میکنم پنجشنبه ها نیز با ما باشیم. لطفاً لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم.